همینه بختیار؟ آره صبح هم همین دو نفر بودن. فکر میکنی کجا رو دید میزنه؟ نمیدونم، همه اطراف رو نگاه میکنم. داستان فیلم نامو در مورد حضور یک ناشناس در یکی از محله‌های سنتی یکی از شهرهای شمالی ایران. این ناشناس یک اتومبیل با دو سرنشین که هر کدوم از اهالی این محل به خاطر حضور این اتومبیل دچار تنش در خانواده و در بین افراد خود محل شدند. این ماشین درست روبروی خونه ما پارک شد. یا با من کار دارن یا با شما. من که رفتم باشون حرف زدم. بابا شما یه قدمم بر نداشتی نرفتی یه کلمه با این حرف بزنی. خب اگر کسی با من کار داره اون باید بیاد سراغ من. من که نباید برم پیشش. ایده اصلی این فیلم در حقیقت از یکی از داستانهای چخوف بود و متعاقب اون در من تحت تأثیر یکی از فیلمهای پرویز صیاد بودم به نام فیلم بنبست. حضور یک ناشناس سر کوچه و اینکه یک دختر فکر میکنه این ناشناس خواستگار اونه و در نهایت متوجه میشه که نه تنها برای خوشبختی اونجا حاضر نبوده بلکه موجب به نوعی بدبختی در خانواده اونم شده. این دوتا در حقیقت نقطه تأثیر من برای ایده و طرح فیلم نامه بود. با استاد پناهی در مورد طرح فیلم مشورت کردم، ایشون هم طرح رو پسندیدن، با هم فیلم نامه رو پیش بردیم و بعد از حدود 3-4 ماه فیلم نامه نهایی آماده شد. Geç koç sesle çura. Hangi sefaz ben gittim sonunda bizi de fahamı tutuyor. Sen sen hemen çöğün bir dakika. Ağaç şiirem. Sana şimdi gelesen bura. Ot karaban da kötü olsundur. İşi bir görür, istirahatı verir. Bir müşterinle ne yolcu berkut değilsin. Adam değilsin mesela. Bana bak çıkıp çeyecek bak. Sen ol ne işin var? Çıkıp ben sabrım üstünde de iyice Baba cidde hesapta kal abat. Başımı koy karaban da yat. Hesapta amcım. Ben de hanım canım ki hesapta masum. اصل اساسی برای من در انتخاب نقش‌های فرعی این بود که شخصیتی انتخاب کنم که منطبق با شخصیت فیلمنامه باشه. حتی اگر لازم بود در بعضی از جاها ما دیالوگ‌ها رو تغییر می‌دادیم و به بازیگر می‌گفتیم خودت اگر در این صحنه بودی چی می‌گفتی. ایشون حرفاشو می‌زد و ما دیالوگ‌ها رو تغییر می‌دادیم. همین بختیار جا این یاسین تقلب کرده. خودشم پشید. آدمیزاد جاجا خطاست دیگه. بخشو باید از تو یاد بگیره. من نمیدونم چی کار میخوای بکنی اما صلاح میدونم نمرشو بدی. ما کاری کردیم شاگرد اول مدرسه بشه. روز اولم به باباش قولشو دادیم. حالا اگه نمرشو نخوای بدی عقب میفته. بقیه چی؟ حق اونا چی میشه؟ برای بازیگر نقش اصلی که چالش بزرگ ما بود دستیار منای ایرانزاد یکی از بازیگران شهر مهاباد رو به من معرفی کرد. من فیسش رو که دیدم همون اول اصلا فکر نمی کردم مثلا این کرد باشه یا چی باشه، فقط برام مهم بود که غریبه باشه و حتما می خواستم که زبان ترکی رو بلد نباشه و وقتی اونا ترکی حرف می زنن این نگاهش بهتش واقعی در بیاد. آرزا گردهش ترکیه لگشت باشه توشمش امکان اوسا فارسی دانش بوده بلسین ندیسه. Ben Farsça yaxşı danışım bəram. Yan sözümü yetirəm bəram. Ha, bizə rahat başa deyir. Ha, sən rahat ol, söhbəti belə. Ha, Bəxtiyar, bəbəxşi də. Arıza türk söhbət mükənən. Bədən sər fürsət asulət birəşmə tərcümə mükənən. Dur, arıza, rahat. Bəd digə intiqabış kərdim o, vəxti ki umad, didəm ki, çəqət şans afurdəm, çon təvanayəyə xeyli ziyadi daşt. Əhl fən, bə dərk fəravan, və əmiq, və bahuş. اینا همش شانس من بود. همونو برای آقا جون میخونی؟ همونو بخون. بله، چشم. لپردی سور بولا و پاو پوزی حل دا و پاو پوزا ریزه را پوانی تکرا. بحث قومیت اصلا تو فیلم نامو یک بحث محوری نیست. این چیزی که شاید در اوایل دچار بدفهمی شد، یعنی اگر این یک کرد نبود میتونست یک شمالی، میتونست یک مشهدی، میتونست یک عرب، اصلا از یک شهر دیگه ای که
در تبریز اومده به ناب دلایلی و اینجا غریب است. برای همین اصلا قومیت و اینا اینجا فقط صرفا کار کرده دراماتیک داشت برای من. از همون اولش من برای فضاسازی این فیلم نقطه‌ای که همیشه توی ذهنم داشتم این که وفادار باشم به اتفاقاتی که اطراف خودم میفته و رئالیسم موجود در همون نقطه‌ای بود که داستان در اونجا اتفاق میفته. یعنی اگر به صحنه‌ای میرسیدم که فکر میکردم خیلی به قول دوستان سینماییه ولی اتفاق نمیتونه بیفته در اون منطقه، من از اون صحنه میگذشتم. همیشه سعی کردم که این رئالیسم محض رو در حقیقت رعایت کنم. دوربین هیچ وقت به صورت محسوس دیده نشه، بازی بازیگران محسوس نباشه و همه چیز آنگونه ای باشه که همه ممکنه که هر کسی که توی جامعه ایران و توی جامعه فضای فیلم زندگی کرده با دیدن فیلم فکر کنه که این اتفاق دقیقا کنار ایشون افتاده و ما فقط سرمونو برگردوندیم و اتفاق رو دیدیم، ولی ایشون هیچ وقت یا فرصت نکردن یا سرشونو بر نگردوندن. بختیار کوی تدابه، دریای تدابه، خانه و کشی به